ادامه واکنش‌های هیستریک و بهت و سردرگمی در سراپای رژیم. درود بر رجوی! شادی روح کابوس منافقین، امیر سپهبد، علی صیاد شیرازی. ما اهل کینه و جنگ نیستیم، اما هرگاه خط قرمزها را رد کردن خونشان حلال شد. یکی از کسانی هستند که افسردگی پس از حک کردن گرفتن، واسه شفاعتشون دعا کنید. دلمون برای سخنرانی های پرشور حاج قاسم تنگ شده. روزنامه سپاه پاسداران: مجاهدین با خرابکاری اخیر سعی کردند با یک تیر چند هدف را بزنند. فضا را امنیتی، توان مدیران را مستهلک، نیروهای زبده و به درد بخور را در یک پروسه امنیتی دچار فرسایش و بدبینی و قوای عصبی رسانه ملی را دچار کندی و گیجی کنند. روزنامه سپاه پاسداران جوان، 9 بهمن 1400. ماجرای خرابکاری مجاهدین در شبکه 1 را میتوان از چند زاویه بررسی کرد. اینکه سازمان مجاهدین صرفاً قصد خودنمایی و عرض اندام داشته است، محدود شدن به این هدف میتواند تا حدی گمراه کننده باشد و به ندیدن اهداف و انگیزه های اصلی این سازمان منجر شود. آنچه تردیدی درباره آن نباید داشت این است که نفوذی ها آرام نخواهند نشست و تلاش خواهند کرد و اعمال آنها نیز به خرابکاری های از نوع اخیر خلاصه نخواهد شد. مجاهدین با خرابکاری اخیر سعی کردند با یک تیر چند هدف را بزنند. فضا را امنیتی، توان مدیران را مستهلک، نیروهای زبده و به درد بخور را در یک پروسه امنیتی دچار فرسایش و بدبینی و قوای عصبی رسانه ملی را دچار کندی و گیجی کنند. انعکاس غیظ و درماندگی خامنه‌ای در روزنامه سپاه پاسداران: ماجرای هک صدا و سیما غیر قابل توجیه است. لزوم بازنگری مجدد در کادر و پرسنل در مراکز حساسی چون صدا و سیما. روزنامه سپاه پاسداران، 9 بهمن 1400. انتشار تصاویر رهبران مجاهدین از شبکه‌های صدا و سیما قابل تحلیل و تفسیر است. این ماجرا با واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده و همه از خود می‌پرسیدند که به چه علت عوامل نفوذی دست روی مجاهدین گذاشتند و هدف چیست؟ لازم است در ماجرای هک صدا و سیما مدیران آن تمامی احتمالات از جمله دخالت انسانی را نیز در نظر بگیرند و با دقت عمل گزارش نهایی را در اختیار نهادهای مرجع قرار دهند. تکرار مجدد اقدامات روانی دشمن چون ماجرای هک صدا و سیما غیر قابل توجیه است. بازنگری مجدد در کادر و پرسنل در مراکز حساسی چون صدا و سیما از جمله مسائلی است که باید به آن توجه اساسی شود. این جنگ سنگین نیاز به نیروهای مؤمن به انقلاب از سطح سرباز تا فرماندهی آن دارد.